سلام، دوشنبه 18 تیر 97، 9 جولای 2018 میلادی. بازخواهی از این که برنامه در اتومبیل خدمتتون ارائه میشه، در مورد 5 موضوع امروز صحبت میکنیم. موضوع اول این که بعد از مصاحبه با مائده حجبری و 3 نفر دیگه، الناز قاسمی، شاداب و کامی، در برنامه مستند بیراهه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، موجی از مخالفت و تقبیح این کار به راه افتاد. خانم رهنورد، زهرا رهنورد، در اظهار نظری گفته رئیس صدا و سیما بابت این مصاحبه مخوف باید عذرخواهی کنه و تا کجا این رفتار ضد انسانیت و جوانی رو شاهد باش. محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی، عنوان کرده صدا و سیما مصاحبه قربانیان مربی صوت و لحن، منظور آقای سعید طوسی رو هم منتشر کنه. بسیاری اظهار نظرها در شبکه‌های اجتماعی به درستی انگشت گذاشتن که تکلیف دزدها چی میشه، اختلاس گران چی میشه، قربانیان تجاوزهای حکومتی چی میشن، و اون وقت دختری 17 ساله رو به اتهام و جرم رقصیدن اینچنین زیر فشار و اعتراف تلویزیونی قرار میدن. هشتگی هم برقص تا برقصیم در توییتر هست و در این گونه موارد گسترده شدن این کار، یعنی گذاشتن فیلم رقص روی شبکه‌های اجتماعی، بنابر اصل عدد در مبارزات مدنی میتواند این فشار بیوجه حکومت رو کمرنگ کنه و نشانگر مقاومت مردم باشه، به خصوص اینکه وقتی تعداد زیاد بشه حکومت امکان برخورد رو هم نداره، آنچنان که در نافرمانی های مدنی گستردهی مثل مسئله حجاب اجباری یا ممنوعیت ماهواره و یا ممنوعیت استفاده از تلگرام دیده شد که حکومت چاره جز عقب نشینی نداره. موضوع دوم این که براز جان در مرکز دشتستان استان بوشهر دیشب هم برای دومین شب عرصه اعتراضات مردم بود. مردم در اعتراضاتشون شعارهای مرگ بر دیکتاتور سر دادند و به درستی نقطه کانونی به مشکلات کشور، یعنی شخص دیکتاتور و آقای خامنه‌ای و ولایت فقیه رو نشانه گرفتند. در دیگر شهرهای منطقه دشتستان مثل شبانکار، وحدتی یا آبپخش هم مشکل آب وجود داره و روزانه 30,000 متر مکعب کمبود آب که از کازرون باید تأمین بشه ایجاد شده. عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست، هم ابراز نظری در خصوص شوری آب در خرمشهر و آبادان کرده و گفته که اشتباه مهندسی در ساخت سد گتوند عامل شوری آب بوده، که البته این طرحی بود که سپاسد وابسته به سپاه پیمانکارش بوده و مهاب قدس وابسته به آستان قدس مشاور این طرح بوده و به حرف کارشناسا گوش نکردند و کوهی از نمک رو در کارون حل کردند و الان صحبت از این است که 8 سال طول خواهد کشید تا بتونن مشکل رو حل کنن. وزیر نیرو هم عنوان کرده که 34 میلیون از جمعیت ایران با مشکل کم آبی مواجه هستند. البته از آقای وزیر باید پرسید که راه حلی که فکر کردن چیست و چرا سوء مدیریت منابع آب کشور رو با چنین مشکلی مواجه کرده، چون قصه خشکسالی، کمبارانی قصه قدیمی است در کشور و مهمترین فانکشن
و عملکرد حکومت‌ها طی چند هزار سال همین مدیریت منابع آب بوده، که البته جمهوری اسلامی ناتوانی خودش رو نه فقط نشون داده، بلکه تخریب رو هم در منابع آب کشور و بهره برداری از اون کاملا به نمایش گذاشته. موضوع سوم این که ایران اعلام شد که قرار است، تقاضا داده 300 میلیون یورو نقد از بانک ایران و اروپا در آلمان برداشت کنه. باید برای جابجایی این حجم نقد موافقت بشه که در دست بررسی است. گفته میشه از روش هایی که برای مقابله با تحریم ها فکر شده این است که از ذخایر ارزی ایران که گفته میشه 110 میلیارد دلار هست، دست کم بتوانند 40 میلیارد دلارش رو به صورت نقد به داخل ایران منتقل کنند و همون فسادها و کسافتکاری هایی که با چمدون پول نقد رو ببرن در خارج جنس بخرن دوباره راه بیفته، که البته منتفع اصلیش عده‌ای نورچشمی خواهند بود که در بار گذشته هم میلیون ها دلار رو اختلاس کردند یا حتی دزدیدن و بردن. اعلام شد که بنیاد تعاون سپاه بیش از 4500 میلیارد تومان به شهرداری بدهکاره و دادستان تهران هم گفته که چند پروژه شهرداری به کارش به دادسرای نظامی رسیده، به خصوص هلدینگ یاس که قبلا اعلام شد که 4 سردار سپاه و 1 امیر ارتش در این ارتباط بازداشت شدند. البته عجیب این است که آقای خامنه‌ای به جای دادسرای نظامی شخص رئیس ستاد رو مسئول این کار کرده، خلاف همه قوانین، و به احتمال زیاد مثل سایر دزدی ها میخوان به نوعی بر اون سرپوش بگذارن. سایت انتخاب خبر داده از اینکه اختلاف شدیدی بین آقای جهانگیری و نوبخت، جهانگیری از یک سو و آقای واعظی رئیس نهاد ریاست جمهوری و نوبخت رئیس سازمان برنامه از سوی دیگه پیش اومده، و آقای جهانگیری گفته که هیچ کاری دست او نیست و تا کنون چند بار هم استعفا کرده که آخرین بار آقای روحانی دیگه چیزی نگفته و به احتمال زیاد ممکن است استعفای او رو بپذیره. کلاس‌های درس آقای هاشمی شاهرودی مدت هاست تعطیل شده و خبر میرسه از اینکه حال او هم مساعد نیست. قبلا مطرح شده بود که به سرطان مبتلاست و برای معالجه به آلمان هم ایشون رفت. موضوع چهارم این که اسرائیل مجدداً به پایگاه تی 4 در سوریه حمله کرد. البته سوریه ادعا کرده که هواپیما روی اسرائیلی و موشکای شلیک شده رو رهگیری کرده و سرنگون کرده و زده، ولی اسرائیلی ها نظری ندادن و گفتن راجب گزارش های خارجی نظری نمیدن. پایگاه تی 4 یکی از 16 نقطه است که در خاک سوریه سپاه و نیروهای تحت فرمان سپاه شبه نظامیان در اونجا قرارگاه دارند و امکانات دارند. جمعی از مخالفین جمهوری اسلامی از آمریکا خواستند که تحریم صدا و سیما رو که به تعلیق در اومده دوباره در دستور بذارن، به دلیل کارهای صدا و سیما، اعترافات اجباری و فعالیت‌های ضد حقوق شهروندی و حقوق بشری که این رسانه داره. آقای ترامپ هم بر اساس گزارش نیروی دریایی امریکا در توییتی آمار عملیات قایق‌های ایرانی که معمولاً دوربر ناوهای آمریکایی می‌رفتن رو منتشر کرده، که در اون دیده میشه که اگر در سال 2016 36 مورد از این مانورهای سپاه بوده، سال 2017 بعد از سرکار اومدن آقای ترامپ به 14 مورد کاهش پیدا کرده، و در 2018 بعد از دستور آقای ترامپ برای اینکه اگر آمدن ناوهای آمریکایی شلیک کنن به صفر رسیده.
اما موضوع آخر این که نیروی انتظامی اعلام کرد که سلطان سکه رو با 2 تن سکه گرفتیم، ولی بعد گفت که این سلطان سکه‌ای نداشت که از او بگیریم و در واقع قبلا خریده و معامله کرده. خدا میدونه که این دیگه چه بساطی است. به مردم سکه فروختن و بعد هم دستگیرشون میکنن و با سر و صدا سلطان سکه ای رو گفتن که حالا میگن اصلا سکه ای ندارند. که صبح سحر نزدیک است تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرافراز باشید. با امید پیروزی ایران و ایرانی.